گروه زبان و ادبیات فارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تقدیم می کند. بزرگان ادبیات جهان. سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. شما شنونده برنامه شنیداری بزرگان ادبیات جهان هستید که به کوشش گروه زبان و ادبیات فارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهیه می شود. در هشتمین قسمت از این سلسله برنامه از زبان خانم دکتر فریده مهدوی دامغانی، مترجم توانا و زبردست، با شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس به نام قرن 19 فرانسه ویکتور هوگو آشنا خواهید شد. درود بر خانم دکتر مهدوی دامغانی گرامی، وقت شما بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان با برنامه ما همراه هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. باری دیگر خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته و حضرت عالی عرض سلام و ارادت فراوان دارم. سپاسگزارم خانم دکتر. خب ما رسیدیم به نویسنده برجسته و تاثیرگذار فرانسوی ویکتور هوگو و انشالله در این برنامه شنوندگان ما به واسطه شما آشنایی خوبی رو با این نویسنده و شاعر نامدار پیدا خواهند کرد. هم دکتر لطف کنید از ویکتور هوگو برای ما صحبت بفرمایید. بله چشم، با کمال میل. ویکتور هوگو در آغاز قرن 19 در روز 26 فوریه مصادف با 7 اسفند 1802 در شهر بزانسون در فرانسه به دنیا آمد. او یکی از بزرگترین شاعران، نویسندگان و نمایشنامه نویسان جنبش رمانتیک فرانسه است و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین رمان نویسان زبان فرانسه به شمار می رود. بدان سان نیز در دنیای تئاتر او یکی از معروفترین و قدرتمندترین نمایشنامه نویسان سبک درام رمانتیک قرن 19 به شمار می رود. او همچنین شاعری توانمند، غزل سرایی سرشار از احساسات غنی و پرتب و تاب، شاعری سیاسی و متعهد و همینطور هم شاعری حماسه سرا بوده است. او همچنین سخنران و خطیبی توانمند و نقاشی چیره دست بوده است. رمان‌های او بارها و بارها در سراسر دنیا به تمام زبان‌ها ترجمه و بازگردانی شده است. هوگو تلاش‌های ماندنی و مهمی برای بازسازی و نوسازی هنر شاعری و هنر نمایشنامه نویسی در فرانسه به انجام رساند. ویکتور هوگو کسی است که به نسل‌های بعدی خود آموزش داد که چگونه یک شاعر و نویسنده می‌تواند و می‌باید در نوشتن و تعمق اندیشه‌های اخلاقی که وظیفه دارد به هم‌نوعان خود تقدیم دارد، با قلمی توانا و مقتدر تعهد اخلاقی و سیاسی خود را نسبت به جامعه بشری آشکار سازد و هنر برای مردم را به عالی ترین شکل ممکن در آفرینش های خود به وجود بیاورد و مردم جهان را از آن بهره‌مند سازد. او بیش از هر نویسنده‌ای در دوران خود نسبت به تعهد و وظیفه اخلاقی فردی که با قلم و نگارش سر و کار داشته باشد در این راستا تلاش ورزید و کوششی به راستی شایان تقدیر به انجام رساند. و حتی آن هنگام که کشور فرانسه در اوج اختشاشات سیاسی به سر می برد، با تعهدی که نسبت به وظیفه نویسندگی خود داشت، تبعیدی داوطلبانه را بر هر چیز دیگری مغتنم شمرد و از پاریس دور شد تا بنا به تعهدات و قوانین اخلاقی که به شدت نسبت به آنها پایبند بود عمل کرده باشد. گزینش‌های ادبی هوگو در نوشتن رمان، شعر، سخنرانی سیاسی یا حتی نمایشنامه همواره بر پایه مسائل اخلاقی و سیاسی بوده است و شاهکارهای ادبی و شاعرانه او
به قدری با اخلاقیات و گزینش مسیر صحیح اخلاقی و رعایت حقوق دیگران و ابراز آزادی اندیشه و آزادی بیان همراه بوده است که در هنگام مرگ او کشور فرانسه بزرگترین مراسم تشییع جنازه برای یک شاعر ملی و یک شخصیت بسیار تأثیرگذار در کل جامعه بشری را برای او برگزار کرد و پیکر او را به ساختمان معروف پانتئون در شهر پاریس که محل دفن معروفترین شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، ادبی و علمی است، انتقال داد. بسیار عالی خانم دکتر. خانم دکتر لطفاً بفرمایید ما که زندگی شخصی ویکتور هوگو به چه شکلی بود و در طول حیاتش چه آثاری رو خلق کرد؟ بله، با کمال میل. نام کامل ویکتور هوگو ویکتور ماری هوگو بوده است. او پسر ژنرال ژوزف هوگو بود. در مقطعی از زمان هم نام پدرش ژوزف برادر ناپولئون بناپارت که امپراتور فرانسه بود، عنوان کنت را به پدر هوگو اعطا کرده بود. خانواده هوگو در نهایت رفاه و راحتی می‌زیستند و در 13 سالگی هوگو شروع به سرودن اشعاری موزون می‌کند. او سروده‌هایش را برای مادرش می‌خواند و معلم جوانی نیز به تصحیح ابیات او می‌پرداخت. او کودکی بسیار مصمم و بلند پرواز بود و در 14 سالگی در دفتر خاطرات خود نوشته بود: من باید شاتوبریانی دیگر باشم. زیرا شاتوبریان در آن دوران بزرگترین نویسنده و شاعر فرانسه به شمار می رفت و هوگو عشق و علاقه عمیق به او داشت. در سالهای بعدی او در انواع مسابقات ادبی و سرودن اشعار در رده نوجوانان شرکت کرد و چندین نوبت به عنوان برنده نهایی آن مسابقات اعلام شد. در 17 سالگی او به همراه دو برادر خود یک مجله ادبی تأسیس کرد و در سال 1821، یعنی در 19 سالگی، نخستین کتاب شعرش را منتشر کرد و 1500 نسخه‌ای که از آن کتاب چاپ شده بود تنها در عرض 4 ماه به پایان رسید. شاه لویی 18 از خاندان سلطنتی بوربون که پس از ظهور و سقوط ناپولئون دوباره بر تخت سلطنت نشسته بود، نسخه ای از آن کتاب شعر را در اختیار داشت و با نهایت محبت دستور داده بود که مبلغ 1000 فرانک به طور سالیانه و مادامی که هوگو زنده باشد از سوی دولت فرانسه به شاعر جوان پرداخت شود. با آن مبلغ پول که برای آن دوران پول زیادی محسوب می شد، هوگو که دیگر 20 سال داشت با دوشیزه به نام ادل فوشه که از دوران کودکی خود می شناخت و سالها بود پنهانی به او عشق می ورزید ازدواج کرد. او از همسرش صاحب 5 فرزند شد، 3 پسر و 2 دختر. از این فرزندان یکی از پسرهایش در همان آغاز کودکی از دنیا رفت. از سوی دیگر کوچکترین دخترش که مانند مادرش ادل نام داشت، به خاطر عشقی که نسبت به یک سرباز انگلیسی داشت، مبتلا به جنون شد و سالهای درازی را در آسایشگاه روانی سپری کرد. بدان سان نیز دختر بزرگش لئوپولدین که تنها 19 سال داشت و هوگو او را از همه فرزندانش بیشتر دوست می داشت، به درون رودخانه سن افتاد و به دلیل سنگینی پیراهن بلندش و وضعیت بارداریش به سرعت در آب رودخانه غرق شد. 2 پسر دیگرش هم در دهه 40 سالگی خود از دنیا رفتند. بنابراین هوگو نه تنها شاهد مرگ فجیع فرزندان خود یکی پس از دیگری شد، بلکه با داشتن دختری مبتلا به جنون بیش از پیش رنجور و غمگین بود. در دورانی که هوگو دیگر مرد جوانی بود، در انواع جلسات ادبی مخصوص رمانتیک ها شرکت می جست و بدین شکل با بسیاری از شاعران و نویسندگان آن دوران آشنا شد. او در 25 سالگی نمایشنامه معروف خود به نام کرامول را نگاشت و این اثر غوغایی فراوان در جامعه ادبی فرانسه ایجاد کرد. در مقدمه آن اثر هوگو برای نخستین بار
نظریات ادبی خود را با نهایت وضوح و شفافیت بیان کرد و مخالفت خود را نسبت به سبک سنتی و قدیمی کلاسیک که سایش همچنان بر دنیای ادبی و نمایشیان کشور سنگینی می کرد بیان داشت و برای نخستین بار سبک جدیدی را که قرار بود به عنوان درام رمانتیک معروف شود معرفی کرد. در طول این مدت هوگو با نویسندگان معروفی همچون الفونس دو لامارتین، الفرد دو میوسه، پروسپر مریمه، اوناره دو بالزاک آشنا شد و با نقاش معروف آن دوران اوژن دو لاکروا نیز طرح دوستی ریخت. در طول این سالها همسر هوگو در اوج فعالیت‌های هنری و ادبی شوهرش که اغلب ناگزیر بود در خارج از محیط خانه به سر ببرد، کم کم بی‌حوصله و تنها شد و پس از چندی با یکی از دوستان شوهرش یعنی شارل سنت بوف که منتقد ادبی بود طرح دوستی ریخت و به هوگو خیانت ورزید. هوگو که عمیقاً به همسرش عشق می‌ورزید، پس از اعتراف همسرش به شدت افسرده شد و حتی به این اندیشه افتاد که رقیب خود را به دوئل دعوت کند. متاسفانه انجام دادن آن کار می توانست ضربه‌ای بسیار سخت به زندگی اجتماعی و حرفه‌ای او وارد آورد. بنابراین هوگو ناگزیر گشت هیچ واکنشی از خود نشان ندهد. همسرش ادل نیز از او خواست که همچنان مانند دوران گذشته در کنار هم باقی بمانند و حتی به هوگو اجازه داد که از زندگی عاطفی آزادی برخوردار باشد و هیچ ممانعتی برای او ایجاد نکند. دو سال پس از بی‌وفایی همسرش، هوگو که در آن دوران 31 سال داشت و در حالی که تا آن دوران همچنان به همسرش وفادار مانده بود، سرانجام به بازیگر جوانی در تئاتر به نام ژولیت دروه علاقمند شد. ژولیت تا آخر عمر به عنوان همدمی صادق و وفادار در کنار ویکتور هوگو باقی ماند و او را عاشقانه دوست می داشت. در واقع ژولیت دروه تأثیری ژرف در زندگی ادبی و حرفه‌ای هوگو بر جای نهاد و حتی در نوبتی نیز موفق شد کاری کند که پس از شکست کودتا در فرانسه، هوگو که از مخالفان سیاسی بود به زندان نیفتد. البته ژولیت دروه تنها زنی نبود که هوگو پس از همسرش به او عشق ورزید. خانم دکتر، ویکتور هوگو عجب زندگی پرتلاطم و دردناکی داشته، درسته؟ بله بله، به هر حال تمام وقایع تلخی که در زندگی شخصی هوگو روی داد و تعدادشان هم کم نبود، زمینه‌ای برای آفرینش رمان‌های بسیار معروف و اندوه‌بارانه‌ای که او بعدها به رشته‌ای تحریر درآورد به شمار رفت. او در طول زندگی خود با انواع اتفاقات دراماتیک و غم‌انگیز مواجه شد. با خیانت همسر، با مرگ فرزندانش و همینطور هم با تبعید و دشمنی‌ها و حسادت‌های گوناگون حرفه‌ای و سیاسی از سوی مخالفانش. باری در 27 سالگی او کتاب شعری به نام شرقیان را منتشر کرد و سپس در سال بعد نیز کتاب آخرین روز یک محکوم به مرگ را به انتشار رساند. در این کتاب هوگو از مخالفت شدید خود نسبت به مجازات مرگ که تا آخر عمر خود نسبت به آن اندیشه وفادار باقی ماند سخن گفت. و دوباره در کتاب بعدی خود یعنی کلود توهیدست نیز به همین موضوع بازگشت. او در 29 سالگی کتاب کلیسای نوتردام دو پاری یا همان گوش پشت نوتردام را منتشر کرد. سپس از 29 سالگی تا 42 سالگی تقریبا تمام وقت خود را صرف نگارش نمایشنامه های گوناگون کرد. گاه نیز به انتشار مجموعه اشعاری همچون سروده های غروب یا نداهای درون یا انوار و سایه ها اقدام کرد. وقتی 29 سال داشت، نمایشنامه معروف هرننی را به روی صحنه آورد. در آن زمان درگیری و نزاع بسیار سختی میان نویسندگان طرفدار سبک کلاسیک و آنانی که طرفدار سبکی نو و مدرن بودند در گرفت. در واقع در همان نخستین شب نمایش و از همان آغاز دیالوگ میان بازیگران
مخالفان هوگو و طرفداران جنبش جدیدی که هوگو قصد داشت به راه بیندازد سر و صدای بلندی به راه انداختند و پس از دقایق کوتاه طرفداران سبک درام رمانتیک با طرفداران سبک کلاسیک به نزاع و درگیری جسمانی پرداختند. آن شب تاریخی به عنوان نبرد اغنانی برای همیشه در یادها و خاطره ها باقی ماند و در تاریخ ادبی فرانسه موفقیت و پیروزی کامل آن نمایشنامه را برای خالقش به ارمغان آورد. نمایشنامه دیگری به نام مریون دولارم که در سال 1829 یعنی در 27 سالگی هوگو نمایش آن در ملأ عام ممنوع اعلام شده بود، سرانجام در سال 1831 به روی صحنه آمد. پس از آن نمایشنامه شاه تفریح می کند نیز در تئاتر معروف پاریس به نمایش گذاشته شد. هوگو در 31 سالگی نمایشنامه های لوکرس بورژیا و ماری تودور را نیز بر روی صحنه تئاتر به نمایش درآورد. در آن دوران نمایشنامه های هوگو آنچنان محبوب همگان شده بود که گاه اتفاق می افتاد که هیچ سالن نمایشی در پاریس خالی نباشد تا یکی از نمایشنامه های جدید هوگو را به نمایش بگذارد. از این روی او تصمیم گرفت با همکاری الکساندر دیومای معروف سالن مخصوصی را برای نمایشنامه های سبک درام رمانتیک در پاریس تأسیس کنند. به این ترتیب در سال 1836 نمایشنامه بسیار معروف روی بلاس در تئاتر جدید رنسانس به نمایش گذاشته شد. در 39 سالگی هوگو سرانجام موفق شد پس از سالها تلاش به آکادمی زبان و ادبیات فرانسه که یکی از مهمترین و ارزشمندترین مراکز فرهنگی و ادبی در فرانسه است و همواره تنها 40 عرض رسمی برای خود دارد وارد شود. زیرا سوال‌ها می‌شد که بسیاری از مخالفان مکتب رمانتیسم با ورود او به آن آکادمی مخالفت شدید کرده بودند. هوگو در طول سفری به صورت کاملا تصادفی از خبر مرگ فجیع دختر 19 ساله و باردارش از طریق روزنامه محلی آگاهی یافت و تا آخر عمر از مرگ نابهنگام دختر عزیزش سوگوار باقی ماند و اشعار زیادی برای او سرود و داغ او را همواره در دل نگاه داشت. پس از آن اتفاق غم‌انگیز هوگو برای مدت‌ها نه نمایشنامه‌ای نگاشت، نه رمانی و نه شعری و این وضعیت تا زمان تبعید داوطلبانه‌اش در سال 1851 ادامه یافت. در 47 سالگی او به عنوان نماینده مجلس دومین دولت جمهوری فرانسه انتخاب شد و در هنگام شورش زنان کارگر در سال 1848 به همراه 60 نماینده دیگر مجلس از سوی دولت وظیفه یافت که به برقراری نظم و آرامش در خیابان‌های پاریس اقدام ورزد. اما او بعدها سرکوبی آن زنان کارگر را که پایانی بس خشونت‌آمیز داشت به شدت محکوم کرد و کمی بعد او که از کارهای دولت به شدت ناخرسند و ناراضی بود به گروه طرفداران لوی ناپولئون که برادرزاده ناپولئون بناپارت بود پیوست. در همان سال لوی ناپولئون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و هوگو برای نوبتی دیگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و نخستین سخنرانی که ایراد کرد پیرامون وضعیت فقر در فرانسه بود. کمی بعد به دلیل طرفداری‌های نابجای لوی ناپولئون از مقام پاپ و نظام کلیسایی به طور کل با لوی ناپولئون قطع رابطه کرد و آن هنگام که 49 سال داشت در کودتای علیه او شرکت کرد. کودتا با شکست همراه شد و هوگو از طریق کمک‌های بی‌دریغ دوست و دلدارش جولیت دروه موفق شد از حبس و اسارتی حتمی در زندان جان سالم به در برد و از پاریس خارج شود. او با نامی مستعار سوار قطاری به مقصدی بروکسل
واقع در کشور بلژیک شد تا تبعیدی داوطلبانه را برای خود به اجرا بگذارد و بدین شکل مخالفت شدید خود را از دولت کنونی کشورش ابراز دارد. کمی بعد هم دولت فرانسه او را رسما از آن کشور تبعید کرد. هوگو در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: من به مبارزه پرداختم و تا اندازه‌ای نشان دادم که یک شاعر واقعی باید چگونه عمل کند. پس از مدتی مقامات سیاسی کشور بلژیک با وضوح تمام به ویکتور هوگو فهماندند که حضورش در آن کشور نامطلوب است. به ویژه آنکه هوگو در آن دوران درباره کودتای شکست خورده نیز کتابی نوشته بود که در فرانسه چاپ شده بود و به صورت پنهانی دست به دست می‌شد. از سوی دیگر لوی ناپولئون با آزاد کردن پسر هوگو از زندان که به مانند پدرش در کارهای سیاسی فعالیت داشت، کوشید با نهایت ظرافت به هوگو بفهماند که اگر او خواهان بازگشت به فرانسه باشد، دولت فرانسه نیز تبعید او را از میان برخواهد داشت. اما هوگو به دوستان خود اعلام کرد که هرگز خواهان خار کردن خود به آن شکل نیست و از ابراز دوستی و نزدیکی به لوی ناپولئون خودداری ورزید و در 51 سالگی به جزیره کوچک ژرزه که جزیره انگلیسی محسوب می‌شد نقل مکان کرد. تقریباً 5 ماه پس از ورود هوگو به آن جزیره، لوی ناپولئون دولت جمهوری را منحل کرد و نظام امپراتوری را دیگر بار در فرانسه بازسازی کرد. با این حال هوگو حتی پس از بخشیده شدن بسیاری از تبعیدیان و امکان بازگشت دوباره به فرانسه خودداری ورزید و به نوشتن مجموعه اشعار بسیار معروفی به نام مجازات ها اقدام کرد و همزمان در رساله های گوناگونی که می نگاشت به بدگویی از کلیسای کاتولیک و لوی ناپولئون به عنوان دیکتاتوری ظالم پرداخت. در همان سال با وجود ممانعت‌های شدید دولت فرانسه، کتاب مجازات‌های هوگو به همراه تمام سخنرانی‌های سیاسیش علیه امپراتور و نظام کلیسایی پنهانی در میان فرانسویان دست به دست شد. در سال 1854، درست ساعتی پیش از آن که حکم تبعید او از جزیره ژرزه از سوی مقامات انگلیسی به دستش برسد، او آن جزیره را با میل خود ترک کرد و به جزیره انگلیسی دیگری به نام گرنزه رفت. او با پولی که از انتشار کتاب مجازات‌های خود به دست آورده بود، خانه‌ای در همان جزیره برای خود خریداری کرد. متشکرم خانم دکتر، بسیار عالی. لطف کنین از این سال‌های تبعید هم برای ما صحبت بفرمایید که هوگو در این سال‌ها چه می‌کرد؟ بله، با کمال میل. در آن سالهای تبعید و دوری از وطن، هوگو آثار زیاد و بسیار ارزشمندی به رشته تحریر درآورد که از جمله میتوان از مجموعه اشعار دیگر او تحت عنوان اندیشه‌های درون یا افسانه قرن و یا رنجبران دریا نام برد. طبعا مهمترین و دوست داشتنی ترین و معروف ترین اثر او که همانا بینوایان است، در طول اقامتش در همان جزیره و در دوران تبعید به رشته تحریر درآمد. آری، کم کم وضعیت تبعیدی ها بهتر شد، اما ویکتور هوگو از حضور در آن جزیره آرام بسیار خوشنود و راضی بود و پیوسته مشغول آفرینش آثاری جدید و ارزشمند بود. او همچنان به انواع اخبار سیاسی جهان نیز توجه ابراز می داشت. بدین سان برای مردم ایتالیا نامه ای نوشت و از آنها خواست که خود را از یوغ حکومت سلطنتی رهایی ببخشند و از مردم یونان هم خواست که همچنان به مبارزات سرسختانه خود برای پاسداری از هویتشان ادامه دهند. در این مدت دولت فرانسه بخشایش عمومی برای همه تبعیدیان را رسماً اعلام کرد، اما هوگو باز هم توجهی به آن ابراز نداشت و در جای می گاشت: حتی اگر تنها یک نفر
معترض باقی بماند، من ترجیح می دهم آن کس باشم. او همچنین در این دوران برای دولت امریکا نامه‌ای نوشت و از آنها خواست که از کشتن فرد سپید پوستی که ضد نظام برده‌داری بود خودداری ورزند. متاسفانه امریکاییان آن مردی بیگناه را به دار آویختند، اما نام ویکتور هوگو به عنوان فردی که ضد نظام برده‌داری و ضد قدرت سپید پوستان بر نژاد سیاه بود برای همیشه در تاریخ سیاسی جهان جاودان باقی ماند. در سال 1862 کتاب بینوایان او در فرانسه منتشر شد، در حالی که هوگو بیم داشت که آن اثر از سوی دولت فرانسه ممنوع اعلام شود. چنین چیزی اتفاق نیفتاد، اما مطبوعات فرانسوی کوچکترین اظهار نظری درباره این شاهکار جاودان از خود ابراز نداشتند و اکثر مردم نیز متاسفانه از ترس سکوت اختیار کردند. در 65 سالگی هوگو مردی که می‌خندد را نگاشت و در همان سال از شکست سخت گاریبالدی، مبارز معروف ایتالیایی که هوگو از طرفداران پروپا قرصش بود، به شدت اندوهگین شد. همزمان از اینکه کشور پرتغال مجازات مرگ را برداشته بود، اظهار شادمانی کرد. در سال 1870، یعنی آن هنگام که هوگو 68 سال داشت، دوستی برای او تلگرامی فرستاد و اطلاع داد که او دیگر می‌تواند به راحتی و بدون هیچ خطری به فرانسه بازگردد. هوگو در شب 5 سپتامبر وارد ایستگاه راه آهن پاریس شد و تبعید 19 ساله شاعر سرانجام به پایان رسید. اهالی پاریس استقبال بسیار گرمی از او کردند و در همه جا به او خوش آمدی پیروزمندانه گفتند. یک سال بعد دولت سوسیالیستی و کوتاه مدت کمون در فرانسه شکل گرفت و هوگو که در آن زمان تصادفاً در بلژیک حضور داشت، به دفاع از آن رژیم سیاسی پرداخت و با عملکرد دولتمندان فرانسوی که به شدت مشغول سرکوب کردن طرفداران آن رژیم سیاسی جدید بودند، مخالفت ورزید و به سرزنش آنها زبان گشود و دولت بلژیک دیگر بار او را از خاک خود بیرون انداخت. او در 69 سالگی مجدداً به فرانسه بازگشت و اوقات خود را وقف رسیدگی به دو نوه دلبندش کرد. در آن سالهای آخر عمر، شخصیت‌های برجسته‌ای ادبی و سیاسی زیادی به منزل او می‌آمدند و از او دیدار می‌کردند. در دوران جمهوری سوم، هوگو دیگر به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و ادبی فرانسه به شمار می‌رفت و حتی برای چندی نیز به عنوان یکی از سناتورهای دولت جمهوری انجام وظیفه کرد. سرانجام در روز 15 ماه مه دچار یک حمله ریوی شد و یک هفته بعد در روز 22 ماه مه مصادف با اول خرداد 1885 در سن 83 سالگی به عالم بالا پرکشید. بنا به خواستش مراسم تشییع جنازه و خاک سپاریش در گورستان فقرا برگزار شد. 4 روز پس از مرگش دولت جمهوری فرانسه از او به عنوان بزرگترین شاعر ملی فرانسه یاد کرد و مراسم تشییع جنازه رسمی برای او ترتیب دادند، به گونه ای که پیکر او را به پانتئون انتقال دادند. پیش از آن پیکر او را برای مدت 1 شب در زیر ستونهای تاق پیروزی یا همان آرک دو تریومف در مرکز شهر پاریس قرار دادند و پارچه سیاه عظیمی به نشانه سوگواری کشور فرانسه بر روی آن بنای تاریخی فرو افکندند، در حالی که سربازان سوار نظام تا فرارسیدن بامداد روز بعد به پاسداری از تابوت او مشغول بودند. گفته می شود که 2 میلیون نفر برای ادای احترام نزدیک پیکر او آمدند تا با او وداع کنند و صف تشییع کنندگان تا چندین کیلومتر ادامه داشت. بدون تردید او معروف ترین و مردمی ترین و محبوب ترین نویسنده دوران خود بود
و امروزه ویکتور هوگو به عنوان یکی از ستونهای مقتدر ادبیات فرانسه به شمار می آید. بسیار عالی خانم دکتر. خانم دکتر، همطور که فرمودین بینوایان معروفترین و تاثیرگذارترین اثر ویکتور هوگو است. درباره رمان بینوایان و انگیزه او از نگارش این اثر اگر توضیحاتی دارید بفرمایید. حتما با کمال میل. به جرأت می توان گفت که اعراب بینوایان یکی از شاهکارهای ماندگار و جاودان در ادبیات جهان و در جامعه بشری است. زیرا در این اثر هوگو از طبیعت بشری و نیز مباحث تاریخی، اجتماعی، فلسفی و آرمانهای ناب بشری سخن می گوید. یعنی تمام چیزهایی که در مکتب رمانتیسم به زیباترین شکل ممکن متجلی می شود. هوگو همواره به مسئله عدالت اجتماعی و شأن و حرمت بشری می اندیشید. او بر روی کاغذی نوشته بود که قصد دارد داستان یک قدیس، داستان یک مرد و داستان یک زن را بنویسد. او همچنین قصد داشت داستانی از دنیایی پر از انسانهای تهیدست و فقیر و بدبخت و ناتوان و ذلیل بنویسد که همزمان رمانی حماسی و دراماتیک نیز باشد. بینوایان داستانی حماسی از نبردهای بیپایان روح آدمی است. یعنی مبارزات درونی قهرمان داستان یا همان ژان والژان میان خیر و شر و ابراز توبه مردانه و پایدارش تا آنجا که به ایثارگری‌های باور نکردنی از سوی او منتهی می شود. همینطور هم نبردهای درونی قهرمان دیگری در این داستان است که کسی مگر بازرس ژاور نیست. کسی که پیوسته در ستیزی سخت میان احترام به قانون اجتماعی و توجه به قانون اخلاقی گرفتار و اسیر بود. این کتاب همزمان داستانی درباره عشق با مفاهیم گوناگون آن است. عشق در آیین مسیحیت، عشق پدرانه، عشق میان دو جوان بی تجربه و حتی عشقی فجیع و نافرجام که یکی دیگر از شخصیت‌های نازنین کتاب که فانتین نام دارد را به کام مرگ کشاند. این کتاب همچنین ابراز عشقی عمیق به میهن به معنای ناب کلمه است. فراموش نکنیم که هوگو این شاهکار را در هنگام تبعید نگاشته بود. او در نامه‌ای به دوست نویسنده خود لمختین درباره بینوایان گفته بود: آری، تا آنجا که برای انسانی مجاز باشد که چیزی را بخواهد، من نیز خواهان نابودی سرنوشت از پیش تعیین شده و جبر الهی هستم. من نظام بردهداری را به هر شکل و حالتی محکوم می کنم. من فقر و تهیدستی را از انسانها می رانم. من از جهل و نادانی سخن می گویم. من به بررسی و مداوای مرض به هر شکلی در وجود انسان می پردازم. من شب سیاه را روشنی می بخشم و از نفرت نفرت دارم. آری، من چنینم و برای همین است که کتاب بینوایان را نگاشتم. در ذهنم بینوایان هیچ چیز نیست مگر کتابی که پایه و اساسش احساس برادری و همدلی و قلهش تکامل اخلاقی در بشر است. از نظر هوگو، هنر باید وظیفه‌ای مشخص داشته باشد و همزمان مورد علاقه دیگران نیز قرار گیرد و به گونه‌ای باشد که بتواند به چیزی آموزنده و پسندیده بر اساس قانون اخلاقیات مبدل شود. بنابراین یک رمان همیشه وظیفه دارد تا افکار و اندیشه‌های بشری را به صادق‌ترین شکل ممکن به نمایش بگذارد. هوگو همواره مایل است در داستان‌های خود از فقر و بدبختی مادی و اخلاقی سخن بگوید و این کار را به بهترین شکل ممکن در کتاب بینوایان به انجام رساند. تمام قهرمانان و شخصیت‌های داستانی او همواره با سرنوشتی که با جبر سخت و تغییرناپذیر همراه است، دست و پنجه نرم می‌کنند. همینطور هم
با سرنوشتی بیرحم و تغییر ناپذیر که اغلب بر اثر فشارهای شدید و بیرحمانه جامعه ایجاد می شود. مانند تیره‌بختی های شخصیت های همچون ژان والژان و فانتین در بینوایان یا کلود در کتابی به همان نام. هیوگو پیوسته در تلاش است طعم مست کننده حماسه را به شخصیت هایی بچشاند که با نیروهای قدرتمند طبیعت سرسخت یا جامعه بیرحم و جاهل بشری در ستیزی دائمی به سر می برند. به همان اندازه باید گفت که ویکتور هیوگو ایمانی سرشار از اخلاص نسبت به خداوند عالم داشت. او به همان نسبتی که از دوگماتیسم دینی نفرت داشت، از عقل‌گرایی خشک و بی احساس نیز بیزاری می جست و هر دو دکترین را محدود کننده ذهن بشری می دانست. به همان اندازه برای دفاع از وجود خدای متعال اظهار می داشت. عقل کوچک انسان و معابد کوچکی که با دست خیش می سازد، خانه هایی نیست که خدای یکتا در آنها اقامت داشته باشد. من خدا را از پشت عینک های ذره بینی نمی بینم. من خدا را با چشمان برهنه می بینم. او تا آخر عمر فردی عمیقاً معتقد به خدا باقی ماند و خداوند را به عنوان ذاتی مهربان و سرشار از رحم و شفقت می دانست. خدایی که از کارهای انسان زمینی عمیقاً دردمند بود. او هر صبح و هر شب دست به دعا می گرفت و معتقد بود که دعا بالهایی دارد که مستقیماً به جایی که باید پرواز کند پر می کشد. پس از مرگ دختر 19 سالش، او کتاب قرآن مجید را مطالعه کرد و از ادیان خاور دور نیز اطلاع و آگاهی بیشتری یافت. در واقع یگان پیامی که هیوگو همواره قصد داشت در آثار خود به یادگار بگذارد، دفاعی سرشار از ترحم و شفقت از جامعه تنگدست انسانهای فقیر و مستضعف بود. او در جای نگاشته بود نقطه‌ای در عالم هستی وجود دارد که تمام انسانهای رذل با خصوصیات شرم‌آور را با تمام انسان‌های براستی بدبخت و بی‌نوا در هم می‌آمیزد تا گروه واحد و یک پارچه شکل بگیرد تا چیز وحشتناکی به نام بدبختی و بی‌نمایی در جامعه شکل بگیرد. هیوگو مایل است تقصیر این وضعیت اجتناب ناپذیر را بر گردن فقر و بی‌تفاوتی سرد و خشک انسان‌ها نسبت به هم نوعان خود و نظام اجتماعی عاری از رحم و شفقت دورانش بیندازد. و اینجاست که آثار هیوگو همواره انسان را به تعمق و اندیشه نسبت به مسئله بدی و بد کردن وادار می سازد. برای همین است که شخصیت فراموش نشدنی ژان والژان نمونه عالی و متعالی از سخاوت و بخشندگی بشری است و نیز امید به تغییر و تحول و دست یافتن به تکاملی اخلاقی در ذات پست و ذلیل بشری. با جمله ای از هیوگو عرایزم را به پایان می رسانم. او فرموده بود مادامی که بر روی زمین نشانه هایی از جهل و نادانی، از فقر و بدبختی وجود داشته باشد، آثاری ادبی به مانند بینوایان می تواند برای جامعه بشری مفید و کارساز باشد و کمک کند تا انسانها از رفتارهای گذشته خود دست بکشند و سرانجام به خود بیایند. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد. سپاسگزارم خانم دکتر مهدوی عزیز. خواهش میکنم. هوگو و همچنین عقایدش بسیار جالب بود و سخنان شما بسیار شیوا و مفید مثل همیشه. خیلی متشکرم خانم دکتر عزیزم، شما بزرگوارید. امیدوارم که این عرایض بنده کمکی کرده باشه که خوانندگان عزیز ایرانی و فرهیختگان بزرگوار بتونن بیش از پیش به سمت مطالعه آثار هیوگو اقدام بکنن. انشالله انشالله حتما همینطور خواهد.
باز هم متشکرم خانم دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منم همینطور شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ عزیز من. یخ و برفی که از فراز قله های سپید رو به سوی دره ها می کنند، شیره ای که در رگ های درختان پرشاخه می گردد، نورها در فضا و کرات در آسمان ها، رودخانه ها از میان صخره ها و علف ها و همه ی دیگر مخلوقات این جهان، بی آن که از راه با عظمت خود منحرف شوند، رو به سوی هدف مشخص خیش دارند. و فقط انسان است که از راه اصلی خود به دور افتاده است. همه چیز این جهان، همه جانداران، همه کوه‌ها، همه جنگل‌ها، همه چمن‌های سرسبز، همه روزهایی که آسمان را زرین می کنند و آبهایی که مسیر سیلابها را می شویند، همه هنوز چون نخستین روز آفرینش صفا و معصومیت خود را حفظ کردند و تنها انسان است که سقوط کرده است. آن روز که او را آفریدند، می‌خواستند در این قلمرو با عظمت جهان او را اشرف مخلوقات کنند و او ادنای مخلوقات شد. او که می‌بایست درختی پر برگ و گل شود، ساقه خشک و سیاه شد که با دست زمان از ریشه برآمده و با دست فساد برگ‌هایش فرو ریخته است و دیگر بر شاخه هایش میوه آسمانی نمی روید. چه سقوط موهشی، زیرا این انسان در آن حال که پیرامون وی همه عالم آفرینش به تفکر مشغول است، هم جاهل است و هم جهل خود را انکار می کند. چه ننگی که آدمی اسیر تمایلات و هواهای خود، به جای آن که پیامبر عالم وجود باشد، چیزی باشد که با حقارت و ناچیزی عمر می گذراند. بخش پایانی از شعر عقل را شنیدید به قلم ویکتور هوگو و برگردان شجاع‌الدین شفا.